نه به نظر من اصلا نباید وارد گفتگو بشیم با رژیمی که حامی تروریسمه. اینو که مطمئنیم میدونیم که حامی سازمانهای تروری هستن، چرا باید با اونها وارد مذاکره بشویم؟ یعنی برای شما به نظر مهم نیست که آزادی، حتی اگه منجر به آزادی آمریکایی بشه این مذاکرات؟ ببینین، این وضعیت قبلا هم وجود داشته و متاسفانه البته شامل حال آمریکایی نبوده، اما ببینین وقتی اون سمت بریم همین قضیه رو علیه آمریکا استفاده میکنن و یا کشورهای دیگه، و هیچ وقت پایانی در به این راه نخواهد بود، صرفا برای اینکه حرف خودشونو به کرسی بنشونن و باز برمیگرده به اون برنامه هسته‌ای که جهان هم خواهان اون نیست ایران دارای اون باشه. مایرک، یه پرسش در پایان این فرصت گفتگو دارم. اینکه رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در برابر نشست مشترک کنگره تاکید کرد که باید حق زنان ایران برای تظاهرات محفوظ باشه. در کنگره طرحی برای مبارزه با خشونت بین‌المللی، خشونت در سراسر جهان علیه زنان در دست بررسی هست. شما به عنوان بانویی که خودتون سالهاست کار سیاسی اجتماعی کردید، شهردار شارلوت بودید تا اینکه در کنگره فعال بودید، نگاهتون به حرکت زنان، جنبش زنان در ایران چگونه است که بسیار اعتقاد دارن در صف اول اعتراضات و حرکت اعتراضی کنونی قرار داره؟ به نظر میرسه زنان اون شجاعت رو دارن که دائم حرف خودشون بزن، و میدونیم که خیلی تحولات عمده از طریق زنان صورت گرفته. زنا هستن که متحد میشن و باعث تغییر میشن. به لیبریا نگاه بکنین، اونها زنای لیبریا بودن که اصلا وضعیت اون کشور رو دچار تغییر و تحول کردن، و من خیلی خوشحالم از اینکه میبینم زنان در ایران انقدر شجاع هستن که در برابر رژیمی که به اونها هیچ گونه حق و حقوقی نمیده می ایستند. خانم سومارک، ازتون تشکر میکنم برای شرکت در این گفتگو، همچنین از همکارانم خانم گیتا آریان و آقای هومن بختیار هم برای برگردان گفتگو به خانم مارک تشکر میکنم. تا لحظات دیگه برنامه رو با حضور کارشناسان دنبال میکنیم.